همکار چی بده فقط به این لباسای دومولوگی میگردی؟ همکار تو هم بسیار به این لباس چسبیدی، به تو چی؟ یا خدایا توبه. ای مراد تو دیوانه یا دیوانه؟ در اصل تو دیوانه هستی. خیت حاد 25 دیوانه برابر با یک هاتای. امشب ملیس را دزدیده، منتظر دختر نقابدار میشوم. مرحمت کمیسر. تشکر زیاد ملیس جان. ای بیزار شدن، کجا شدی دختر؟ کدام دختر را انتظاری؟ سلام مراد جان. سلام. سلام مراد جان، تو با من نگاه کن، دختری معقول دلی تو اینجا است. من فقط عالم ببینا گفتم. تو چی گفتی زباید؟ خیر چی خیل، ترزی من رو معقول کردی مراد جان؟ عزیزم تو همین نمودت رو ترز میگوی، مگر از بروی خدا روان کشانه حسنت خوفی کلون بیزن. جانم شیرینم، تو از حسود سخته استوده ای، گم شو، رو از اینجا، چون که مراد ما رو معقول کرد. اولم کور هستی مگر، نمی بینی و یادم چشمونش رو از من نمی کند. نگاه نکن زینبا. همکار چرا نگاه کنم؟ نگاه دارم ولی از تعجب نه برای معقول شدنم. مراد جان، یعنی می بینم که حیران شده نگاه داری، ولی بگو که طرز کی رو بسیارتن معقول کردی؟ اولام بگو که می پرانمد. هر دو یخیلن، اگر اینش رو انتخاب کنم دیگرش من رو سرزنش میکنن. اولام بگو. وای چی گپ هستا؟ بله، چه خیلی که در اینجا نمایان است، ناخونهای خودش است، میجگانهای نازک و کوتاه، موی سری راست، لباسهایش موافق با موسم، یوبکه کوتاه نه و جینز انتخاب من است، طرز من این است. چی گفتنی هستی تو؟ مراد جان مرا سخت رنجوندی. آخر مراد، ما از صبح برای اونه که تو ما رو مخول کنی سرگردان شدیم، خودمون رو افگار کردیم، ناخون و میجگان چسبانیده در کوچه ها گشتیم. تو باشه دیگر دختر رو انتخاب میکنی، این کاری کردن عیب نیست مگر دامولای عروس باز؟ مراد جان این رفتارت با من پسند نامد. آخر چی کار کردم من نمیفهمم؟ شما از من خواستم رو پرسیدید، من باشم با شما خواستم رو نشان دادم. آخر طرزی معقول مراد این خلاص گفته بودی زباید، معلوماتی خطا دادی. نگفته بودی که مرا دختر جنگلموی معقول مراد؟ دروغگو. کمه گفتم خنده کنیم همکار، من از کجا میدونم که تو زود رفته به هر دوی اینها میرسانی، حیران میشوم. من تا قانم ببیره گفتم. وای من کار دارم، باید روم. جنوبی مراد یک ثانیه ایستید، حالا قروتاب میخوریم. قروتاب؟ ای تو قروتاب رو چی میفهمی؟ دخترها من قروتاب نمیخورم. چه خیر نمیخوری؟ ای بلو زند، اینش هم معلومات خطا بود است. پس خوراک دوست داشتتون چی است جنوبی مراد؟ خوراک دوست داشتم؟ البته که کباب تنوری است. شد، این خیلی باشد، من شما رو به خوردن کباب دعوت میکنم. ایستا، با کجا میروی تو؟ تو رو این شام در خانه انتظار میشوم، چون که زوباید و من برای تو کباب میپزیم. پس من هم میروم. شد دخترها، تمام، این خیلی باشد، بگاه در قصر یک جای میشویم. اوپ، با کجا میروی آخر؟ حالا نگفتی که کی رو معقول کردی؟ لازم نیست که گوید به فکر من رو معقول کرده است، ولی جناب مراد به هر حال بگوید.
مرا معقول کردنت رو بگوی. مرا معقول کرده است. مراد مرا معقول کردنت رو بگوی. آخر مرا معقول کرده است. مرا معقول کرده ای بگوی. مراد آه مرا معقول کردنت رو بگوی. مراد جنابی مراد مراد ایستا. مراد ایستا. جنابی مراد ایستا. با قفای مراد دویده رفتن. امی زبایدی که بزیب اگه دخترها نگاش نمیکنن نخو که من رنگ امی میرالی شکم با بزیب باشم یا که رنگ امی نورمدی کجلا. یا خدایا توبه، آخر من از پس زهرایم هستم، اینها از پس من هستن، هیچ چیز رو نفهمیدم. استاد هجری، شکر خدای مهربان، شما رو در آسمان میکافتم در زمین یافتم. چیکار کردی؟ با سنم آشتی کردی؟ از کجا استاد، سخنهایم از این گوشش میدارد از دیگر گوشش میبراید، تماما گپ رو گوش نمیکند. و شما چیکار کردید استاد، زهرا رو پیدا کردید؟ آه نه پیدا نکردم هجری، بگاه میلیس را دزدیده، منتظر دختر نقابدار میشوم که براید. میلیس را میدزدید؟ استاد میلیس را دزدیدن جایز باشد؟ نه هجری، ولی چکار کنم دیگر چاره ندارم. آه خدا شما را ببخشد استاد. آمین آمین. خیر تا بازدید، با دقت باش. استاد یک سوالک دارم. باز سوال هجری؟ با خدا نپرسید استاد، از وقتی که این سوال به سرم آمده است با چپ و راست زدم مغز سرم را گران کرده است، بسیار جوابش را فکر کردم منو ولی نیافتم استاد، برای همین از شما میپرسم. سوال را بپرس استاد. اگر با یوتیوب وارد شوی و در کانال یوتیوب اسد فیلم پادکست سنا کرده تماشا کنی، آیا این کار جایز باشد؟ باید حتما آبونه شوی همین خیلی نه؟ چی؟ در کانال اسد فیلم پادکست سنا کرده باشی گناهگار میشوی. گوش کن هجری، بسیاری آدمان در یوتیوب از آن نیستند، همین خیلی در آمدن نوارها را تماشا میکنند، گناهگار نمیشوند. رحمت استاد، کلکل چیکن از قیده باشی گناهگار میشوی. آه هجری آه. گوش کن پسرم هجری، البته اگر زنگوله را زیر کنند خیلی خوب است. آخر هجری، بسیاری ها نمیدونند که اون زنگوله برای چی اونجا گذاشته شده است، برای همین کسی که میدوند اون زنگوله برای چی از زیر میکند. اگر نجقیده باشند چی؟ اگر زیر نکرده باشند شاید در آینده فهمند که اون برای چی از زیر میکنند. تو هم از اعضایان گروه حد خواهش کن که اون زنگوله را زیر کنند. آخر هجری این اونقدر مهم نیست، مهم اون است که نوارهای گذاشته تو را زیادتر تماشا کنند. کمینتر عباد جایز است. گوش کن هجری پسرم، آه او سنم نیست؟ ای استاد با کجا میگوریزید؟ همین سوالم را جواب میدودید؟ این کارتون گناه و عیب است، ببین چی خیل میگوریزد. حاضر من چی مینویسم با زیر این سوال؟ خیر خالی نموند آخر، کسی کمینتر بد مینویسد حوالش بر خدا. گوره خرفت و همین سوالم جواب ندوده. آه سنم آه، در کجا هستی نمی نمویی؟ بچه جون همه خیل خرسندم که خدا جنگواره برکتش بتا، اخیر مرا ایمو دختر خلاص کرد. من حاضر مسجد برم نماز بخونم شکر کنم. بیا رفتیم دخترم. رفتیم. زیخ نشوید اکا. نام خداوند به اندازه مهربان و نهایت با رحم. محترم جماعت، پیامبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام فرمودند آغاز کننده هر جنگ ستمکار می باشد و ستمکار شکست خورده است.
یعنی هر انسان و یا لشکری که نخست شده سبب آغاز یافتن جنگ گردد، بیشک او مغلوب می شود. پیامبر اسلام هیچگاه آغاز کننده جنگ ها نبود و در هر محاربه که اشتراک می کردند، تنها در برابر لشکر مقابل خود را محافظت می نمودند. تاریخ گواه است که در تمام جنگ هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشتراک کردند، شماره فوتیدگان به هزار نفر هم برابر نشدند. یعنی چی از طرف مسلمان ها و چی از طرف دشمنان اسلام، در تمام جنگ هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشتراک کردند، اگر همه کشته شدگان را حساب کنیم، به هزار نفر هم نمی رسند. اما امروز با نام و شعارهای اسلام، جوانان و مسلمانهای نادان را سوء استفاده کرده، گروه ها تشکیل نموده، بر ضد همدیگر آنها را می شورانند و جنگ های را تشکیل می کنند که باعث فوت صدها هزار مسلمان دیگر می گردند. امروز قریب در هر دولتی که مسلمان ها زندگی به سر می برند، جنگ و جدال و پراکندگی است. دشمنان اسلام اتفاق مسلمین را به نفاق تبدیل دادند و آیت شریفه مؤمن برادر مؤمن را نیز از یادها محو کردند. خداوند در سوره آل عمران آیت 103 می فرماید: و شما همه بر اسمان خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید و نعمت خدا را که بر شما زیاد کنید، که چون دشمن یک دیگر بودید پس میان دلهایتان الفت داد و به نعمت خدا با یک دیگر برابر شدید و بر لب چاه از آتش جهنم بودید، پس شما را از آن برهانید. خدا همچنین نشانه های خود را برایتان بیان می کند تا باشد که راه یابید. از همین جدایی و پراکندگی مسلمان ها استفاده برده، با دست خود مسلمان ها را نیست و نابود می کنند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث فرمودند که امت حضرت موسی علیه السلام به 71 گروه، امت حضرت عیسی علیه السلام به 72 گروه و امت من یعنی مسلمان ها به 73 گروه تقسیم می شوند. از اینها همه اهل دوزخ است بجز یک گروه، یعنی تنها یک گروه در راه راست است و باقی مانده همه در گمراهی اند. و دوام حدیث چنین است که آن گروه نجات یافته کسانی هستند که از سنت من پیروی میکنند. امروز تمام گروه ها هر یک ادعا دارند که سنت اساسی پیامبر را ما رعایت میکنیم و هر گروه با روش خود شادمان است. خداوند در سوره مؤمنون در آیه 52 میفرماید: و همانا این ملت شما است، ملت یکتا، و من پروردگار شمایم، پس از من بترسید. و در آیه 53 همین سوره می فرماید: پس امتان کار خود را در میان خیش متفریق و پاره پاره ساختند، هر گروه با آن چی نزدیک آنها شادمانند. از کلام خدا بر می آید که همین پراکندگی و به گروه ها تقسیم شدن ما هست که امروز ضعیف و ناتوان شده ایم. پس برادران اتفاق شوید، به خاطر این دنیای دوروزه زندگی ابدی را از دست مدهید. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه نعمت های خدا را به جا آورید. شکرانه کنید که خداوند متعال ما و شما را از نیستی به هستی آورده است. و از پیوستن به گروه های تروریستی که در زیر لوای اسلام کارهای بد انجام می دهند و در جنگ های بی اساس و کشتارهای مردم بیگناه اشتراک می ورزند و جان خود را نیز در این راه خطا فدا میکنند، خودداری نمایید. محترم جماعت، امروز درباره جنگ خندق برای شما معلومات میدهم. در سال 5 هجرت بعد از جنگ بدر و احد، مشرکان مکه و دیگر قبیله های عرب همراه با یهودی های مدینه مصلحت کرده، برای از روی زمین ریشکن و نابود کردن مسلمان ها، سپاهی که از 10,000 نفر عبارت بود تشکیل نموده به سوی مدینه روان شدند. آوازه این خبر به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید. همان زمان اصحاب خود را برای مشورت جمع آورد. پیامبر خدا گفت: به من خبر رسید که مشرکان مکه با سروری ابو سفیان لشکر 10,000 تشکیل کرده برای نابود کردن ما می آیند. شما در این باره چی گفتنی هستید؟
بعضی از صحابه ها گفتند که به مقابل آنها برآمده می جنگیم. بعضی دیگرش گفتند که قوه ما کمتر است. باید در مدینه بمانیم و خود را در داخل محافظت کنیم. صحابه بزرگوار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام سلمان فارس خدا از او راضی باد مصلحت داد که در سمت کشاده مدینه خندق وسیع کنده شود، زیرا خوف هجوم تنها از همین طرف است. دیگر سمت های مدینه را کوهپاره ها محافظت می کنند. دشمن تنها از طرف شمال حمله آورده می تواند. پیامبر اسلام این پیشنهاد را پذیرفت و کندن خندق یعنی چقوری را آغاز کردند. هنگامی که سپاهیان مکه به مدینه رسیدند، خندق بزرگی را دیدند و حیران ماندند. چند بار کوشش کردند که آن چقوری را عبور کنند و حمله آورند، اما موفق نشدند و در آن طرف خندق برای خود خیمه ها ساختند. با هم مشورت کردند، شبانه پیکی را به نزد یهودی های مدینه روان کردند و خواستند که یهودی ها از داخل به مسلمان ها حمله کنند. اما مسلمان ها از این خبردار شدند و پیش راه یهودی ها را نیز گرفتند. مشرکان چند روز در آن طرف خندق ماندند، فکر میکردند که این چقوری را چگونه عبور کنند و مشرک با نام عمر ابن عبدیود به نزد خندق آمد و با آواز بلند به سوی مسلمان ها خطاب کرد: کدامی از شما با من می جنگید؟ صحابه های پیامبر با همدیگر می گفتند: پس عمر ابن عبدیود این است، چی برو بازوی دارد. دیگری می گفت: شرح پهلوانیش را شنیده ایم که شطور را با یک دستش بالا می برداشت. عمر ابن عبدیود انسان بدهیبت بود که خودش تنها با شماره زیاد آدمان می جنگید و آنها را مغلوب می ساخت. آوازش باشد در تمام نیم جزیره های عرب پهن شده بود. او مسلمان ها را مسخره کرده فریاد می زد: کدامی از شما با من می جنگید؟ کو بیایید شما را به آن بهشتی که آرزو می کنید روان کنم؟ پیامبر خدا به اصحابش گفت: کدامی از شما با عمر به جنگ می براید؟ صحابه ها همه خاموش بود، مگر حضرت علی ابن ابو طالب خدا از او راضی باشد پیش بر آمد و گفت: من آماده ام با عمر بی جنگم. پیامبر خدا چند مراتبه تکرار کرد و تنها حضرت علی پیش بر آمد. پیامبر گفت: علی این عمر است. حضرت علی گفت: من آماده ام با او بی جنگم. همین طور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی را به آغوش گرفت و دست مبارکش را به سر حضرت علی گذاشته دعا کرد و به او اجازه داد که به آن طرف خندق رفته با عمر بی جنگد. حضرت علی با عمر ابن عبدیود روبرو شد. آبروی مسلمان ها آن زمان همه در دست حضرت علی و آبروی مشرکین در دست عمر ابن عبدیود بود. هیچ کس باوری نداشت که حضرت علی عمر را مغلوب می کند. عمر حضرت علی را دیده مسخره کرده می گفت: دلم برای تو می سوزد، مگر در بین مسلمان ها یگان انسان پرقوت و کلان سال نبود که تو جوان را برای جنگیدن با من روان کردند. همین طور جنگ آغاز یافت و حضرت علی خدا از او راضی باد امر بدواهیمه را شکست داد. صدای تکبیر بلند شد و حضرت علی آبروی مسلمان ها را حفظ کرد. مشرکانی که با امر می نازیدند سرخم و در تعجب افتادند. این بود که ملائکه با نام رضوان فرود آمد و به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلام گفت: لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. نیز جوان مرد بهتر از علی و نیز شمشیر بهتر از ذوالفقار. و روز طوفان شدید برخیست که خیمه های مشرکان را کنده پریشان کرد و جز راه فرار دیگر چاره نیافتند. همین طور مسلمان ها در این جنگ با یاری خدا پیروز شدند. خدایا کل مردم مسلمان را در حفظ و امانت نگهبان باش و همیشه نصرت و پیروزی را بر ما نصیب بگردان. آمین. باید تا بیگاه نقشه چگونه دوزیدن ملیس را کشم.
جنوبی مراد؟ خانم علم؟ خوب هستید؟ خوبم کنه کوشش کنید خیزید کنه بیایید بخیزید کنه خوب هستید؟ بهترید نه من خودم رو بد حس میکنم جنوبی مراد آه. 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 چی شد؟ خانم علم یا خدای توبه خانم علم خوب هستید؟ از هوش رفت؟ در کجا است اون آدم و خیر نمی نماید کو؟ یا خدای توبه خانم علم تو؟ مراد؟ چی گپ است اینجا؟ زینب علم از هوش رفت بیا یاری کنیم با او با او نگاه کن چه خیل فریب کرده استوده است چی؟ از هوش رفته است؟ چرا داد میزنی آخیر بیا یاری کن مراد من نفری از هوش رفته استوده رو بینم زود از هوش میروم نه هرگز خودت رو به دست گیر آرام شو فشارم بلند شده استوده است زینب یا خدای توبه زینب علم آه مراد مرا فریب کرده از پسی زینب رفتی زینب علم خانم علم خوب هستید لعین یا خدای توبه مراد همکار هر دویشان در روی دستم از هوش رفتن چکار کرده استایی تو ندیده استوده ای تو همکار روسیا مگر اخیدو نمیترزی این دخترو در بغل تو چکار میکنن همکار هر دویشان از هوش رفتن میگویم چرا نمیفهمی بهشیدن زور گفتی اکه هرش آمدن در بغل تو بهش دیدن روسیا یا خدایا توبه ببین دستم مانده شد کنی یک تویش رو بگیر آخیر لطفا گپ رو زیاد نکن وقتی گپ نیست آخیر من زینب رو میگیرم یک دقیقه ایست چرا زینب رو تو میگیری مراد برای چی زینب رو نگیرن تینجی هی انا همین خیل میدونیستم که مرو انتخاب میکنی زوباید تو عالم رو بگیر چرا این خیل چرا مرو زوباید میگرفته است برای چی عالم تو چی مقصد داری مراد نیتت بد بده مراد سر تیزه لبه کمچا ایست یک دقیقه همکار تو چقدر دلی سیاه داشته ای؟ چی مقصد می داشتم باز؟ زینب سبک است برای آن میگویم چقدر خیر مگر من وزنی نستم کمچا سر تیزه لبه مراد که ویجدان انسانی به سبب دارن از سبب دارن زوبای دستی زینب لد می خورد چون همیشه ما رو انتخاب میکنند سرش بته ایت گپا نمیفهمی بابا ایست آرام شو سرش بته یانگا دای سرش بته زوبای چکار بکنی دستش رو میدی ای سرش بته میره باش بیارم تو چخیل آدمی ایست زوبای بس هست آخیر چکار کرده ایست آده ایت بیا چکار میکنی چما دیوانه هسته نه کشنو که در دستی من زنب جون همش جوبای جوه من خدم دست زینب همی قپم رها کن زینب رو من میگیرم ما هم دست داریم ما هم مرده که سرده ویجدان ایستانیم شرمنده را شرمنده کردی سر بته دست زینب هم سرده میگویم دستش درد نکند دیوانگی نکن زینب هم من همه که دست نکن شمی جد دست نبودی میگویم سرده هم را میگویم چرا من را هیچ کس نمیدارم برا دست زینب هم سر بته ای علم هم بخار تو سرده من بگیرم زینب رو کمال سیو تو چی خیال آدم هستی ها؟ در محله شنیدم که اون تکشی از کی هست ملیس رو گپ داده است تو باشی او رو نزده ای بس کن این گپ رو عدنان کاش اون خیتای ملیس رو به شرق دور برد و جانم خلاص شود با خدا از او دلگیر شدم ای کمال سیو و عدنان جسور هر دو شما دشمنی من هستید کاری هر دویتون رو تمام میکنم الو بچه ها رو خبر دهید امشب عدنانی جسور رو میبرداریم کمال سیاه رو بدان میافتونیم فهمیدید سهرام با تو کمی صحبت کنم ممکن است باز شرم نکرده از پیشم میبرای کنون دیوانه تو مگر ننگ و ناموس نداری من گهواره بخش هجری هستم هجری رو میگیرم این رو نقض میدونی باز چرا رو برایم میبرایی چرا باز با من گپ زدن میخوایی ها توف با تو اینقدر مردی بی‌ناموس بودی؟
آجانگاور زندگیم را تاری کرد. اگر تو نمی شدی نام زدی هجری و سنم ویران نمی شد. سیرم با من میمون، تو را نش میکنم، میکشم تو را، من میکشم تو را. سنم گفت که با جنگاور خاندار می شود. بجز آنه که جنگاور بودنم را آشکار کنم چاره ای ندارم. توفه ها را گرفتیم، همه چیز آماده است. بسیار بوی خوش دارد، شیرینی هم آماده است. نقابم را کشم همش تمام. کنی بینیم، خدایا با من یاری کن. آفرین دخترم، نهایت حقیقت را خود دیدی. با جنگاور خوشبخت می شوی. مادر، من اون رو برای عصبی کردن هجری گفتم. با فکرم تو جدی فهمیدی. ای سنم، تو مگر مسخره میکنی دخترم؟ با جنگاور خوندار میشوم گفتی؟ شاید هر لحظه میتوانند به خوزگاری تو آین. من یکان مشکلی دیگر نمیخواهم. کنی هجری، این کار رو میتوانی. خدایا با من یاری بکن. آی، در رو کسی میزند. با خدا دامادم آمده است. ببینم کنی. آی، بیا دامادم. دامادم، شامتون بخیر. شام بخیر. خادیر دیدی چقدر گل آورده است. آی دامادم، با خود تو میدونستم که میایی. آی این رو بیدار زنک جون. شربچه ما. دور قادر، برای خوزگاری دخترم اومدی همین خلنی دامادم؟ بیا خوش اومدی، بیا کنی. ای دخترم، کنی با دامادم تشکر گوی. ببین برای تو چه خل دستگل زیبا آورده است. ای پسرم، تو به او اهمیت نده، چون که تو رو دیده به هیجان زیاد اومده است. بس البته که اومدنی تو رو انتظار نبودیم. دامادم، پدر و مادرت برای خوزگاری چرا نامدن، یا اینکه خودت خوزگاری میکنی؟ مجبور نکن چمن جان، شاید مسئله شخصی باشد. ای پسرم، یعنی که پدر و مادرت وفات کردن؟ خیر این خیل باشد، چرا نامدن؟ مهم نیست چمن، با آنها بعدا شناس میشویم. آخر لطفا. البته درست. تمام این خیل باشد، خدا دخترم رو خوزگاری کن پسرم. ای چون این فرصت رو دیگر نمییابم. با امر خدا و با قول پیغمبر دخترتون سنم را برای خودم خوزگاری میکنم. مادر تو چی کار میکنی؟ البته پسرم و دخترم اولین بار یک دیگر رو دیده با یک دیگر عاشق شدند. دیگر با مو گپی نمیموند. من دخترم رو با تو دادم. من هم دخترم رو دادم. آخر من خوندار شده نمیخواهم. ای قادر، تلفنت رو برار، با دامادمون یک سلفی گیریم.
کنی من نزدیکتر استم. مادر، پدر، شما چیکار کرده استاده داخی؟ من با جنگاور نه، با هجری خاندار میشوم. ای قدیر، ای قدیر به این دخترت یکون چیز گوی، چی میگوید؟ جنگاور، گوش کن، در حقیقت بخشش زیاد، اما من هجری رو دوست میدارم، با او خاندار میشوم. مهم نیست سنم، می توانی با جنگاور هم خانه دار شوی. به این هم جنگاور من هستم. هجری؟ سنم؟ ای قدیر، التماس با من بگو این خواب است، چون که این جنگاور شده نمیتواند، یعنی نباید باشد. هجری؟ تو در اخل جنگاور هستی؟ بله پدر جان، منم. ای جنگاور بوده است. مادر جان جنگاور بودنم را چرا باور نمیکنید؟ من جنگاورم. بله بله نشان ده. آخیر چرا باور نمیکنید؟ خدا بزن اما جنگاورم. البته البته، کنی شرطنامه‌ات رو نشوندی؟ کدام شرطنامه؟ جنگاور گفته بود که نقابم رو کشیده نمیتوانم، چون که شرطنامه دارم. شرطنامه‌ات رو نشوندی؟ بله نشوندی. آه هجریه، از کجا میابم اکنون شرطنامه رو؟ دیده تو خیر، شرطنامه ندارد، یعنی باز میخواد ما رو فریب کند که جنگاور هستم. مادر جان، پدر جان، آخیر چرا باور نمیکنید؟ با خدا من جنگاور هستم. سنم دخترم، در این حالت باید چیکار کنیم دخترم؟ با اصول کلاسیکی مادر جان. الله اکبر، بیا رفته. با من دیدیم دخترم. باز جوری گرفتم باز خود از جنگاور بوده. مادر جان با خود من جنگاور بوده. هنی ایستو نگوریست. آره با تو ایستو. ایستو نگوریست. ایستو کنی ایستو بایی جنگاور بوده است. سانم ایستو. آنه با تو جنگاور. آنه من با تو نیشون نیشون میکنی تو ایستو. این جنگاور خود کار رو بینم. ایستو ایستو میگویم. آنه با تو. اگر می خواهید موسیقی های دلنشینی عاشقی بشنوید و ویدیو کلیپ های بهترین را تماشا نمایید، پس با کانال تجیکی رومان 08 آبونه شوید. شما می توانید همه روز از این کانال کلیپ های نوی عاشقی را دسترس نمایید. با کانال تجیکی رومان 08 آبونه شوید و از نوگانی ها با خبر باشید. شما چیکار میکنید؟ کنه اینجا بیایید. این وظیفه مخفی نیست مگر؟ گوش کنید، این بار خطا نکنید. ملیس را با جایی که گفتم دوزیده میارید. تمام برادرم. تمام کمیسر مراد، این کار را ما میکنیم. رفتیم. من کلون میشم. با کجا میروی؟ با کجا؟ با این طرف. با این طرف. با کجا؟ با این طرف رفت مسخره باز. این طرف رفت. آه شید. دیوانه هست چی هست؟ روزنامه دوست داشته. امروز آن کمیساری بی شرم رو برای آن که از پسم بیدود یا
زینب در درون هستی؟ بیا ملیس. زیبوچا کمیساری زیبای تو آمد، لباس هایت رو ایواز کنو برو. ها باز همون دوگانه اولمت هست کو، همون رقیب زیبای تو، او هم همین جا هست. شد ملیس میویم. وای، بعد از خوراکم مشکی کراته میکنیم زینب؟ میکنیم، ولی باز شیمت میدارد. این رو بینا باز مسخره میکند، همش آماده است. زود باش، منتظر تو هستیم. مالش. امشب با تو با میخورم زهرایم، ولی اول باید این دختر مکت را دوزدم. اوه جوان مرد هستم، ولی خوردنم را ببین کمال سیو. کنی زود شربت بیرس. بیفرما برادر. مرد هستی. رحمت. سوختم مادر جان. آی او برادر، آبی تیز را نوشیدم و یک چیز به خاطرم اومد. بخیر است انشاءالله عدنان برادر، چی به خاطرت اومد؟ جانی من زهرایم، آبی شلغم را بسیار دوست می داشت. دوست داشته دامولوزیو، یعنی نام دیگرش کلتا کلاس بود. خدا هر دویشان را تاریخی رحمت کند. آمین. آنها کی بودند؟ عشق زهرا وزیه عادی نه، بلکه بسیار عشق بزرگه بود. تیز بوده است، در کم سنگیر از این بهترش رو میکنند. اون رو چه می نوشید من نمی فهمم. تو فکرش رو نکن جانم، به این هم نوشیدن هم میتوانی تو. اوه تیز است. ننوش زینب، ای تیزی تیزه، تی جگری، بدن تا سوخته میگیره. بگذار بینوشد کنه بینیم غیرت میکند، باز شربت شلغم تیز رو مینوشیده است. به این هم نوشیدن هم میتواند. جنابی کمال با من هم میریزید بینوشم؟ نوشی جون خواهر، خانم آلم بسیار تیز است. او بینوشد من هم مینوشم. سوختم سوختم، بسیار بد بود است. با من عدنانی جسور رو بیاره. کباب رو بسیار خوردم، من یک بار اومده کمی هوای تازه گیرم. لحظه موافق هم رسید. نرمودا اومد. یه دفعه بابوی فیض بیا که میلی سعی ما خلاص کردن نمیتونه، عصبون ویرونه. شما آماده می؟ حاضر. خشبری سمی ها بچه ای شبیده بابوی فیض آمدن که از کجا پیدا شدند؟ ما اونها رو میزنیم و دروی همان کم است. آخر ایخی باشه خوی خورده. آه.
شما کی هستید؟ اینها کی باشند؟ بچه ها با شما میگویم مرا عصبانی نکنید. اینجا بیا. یاری دهد. جسور؟ با او چی شد؟ چی گفت از اونجا؟ کمال یاری دهد. کمال سردی افر رو گفتم. جسور نه ترس، آمده تو رو خلاص میکنم. از پس اونها بشویم همکار. من دمیرشون رو میگیرم. تعداد اینها بسیاری بد است. باید از هجری یاری طلب کنم. هجری در کجا هستی؟ ملیس را دوز دیدن. باید به قصر بیایی. من در همین نزدیکی هستم استاد. در کجا هستی پسرم؟ چقدر در نزدیکی هستی؟ در حولی. تو بیعقل هستی؟ چی هستی؟ نمیگوی که همین جا هستم. بسیار ترساندی مرا. آدم دوزها در کجایم؟ سردیهد مرا. کمالی سیا شما را راحت نمیگذارد. کنی رفته ملیس را نجا دیهم، بعدا منو را میدوزم. بیو رفتم چی استادایی؟ استاد، آدم های بد را بسم الله نگفته لطکوب کنی جایز است. یا خدایا، گناه من چی بوده؟ هجری، پسرم حاضر وقت سوال پرسی است. نمیبینی دختر را دوزیده استادن؟ استاد جایز است؟ یا خدایا، توبه. به بسم الله جایز نیست هجری. حتی به طهارت آدم زدن جایز نیست. بیا بسم الله گفته رفتان ها را زنیم و ملیس را خلاص کنیم. استاد باز چی شد هجری؟ من طهارت ندارم. آدم های بد را به طهارت زدن جایز است. هجری ای استاد، جایز است یا نه اخیرای؟ زود تیمم کن و آن آدم ها را بزنیم. زود. این نقابدارها از کجا بر آمدند؟ باید ملیس را شوکت و صمیمی دزدیدند. بسم الله گفتن را فراموش نکنید استاد. گفتم با دلم گفتم. مرا گوش کن. وقتی زدن باز سوال موال ندهی. در سرم حاضر یکان سوال نیست. اگر آید هم سوال نده. تمام استاد. شد. آمده ایستادند. سردیهد مرا. سردیهد گفتم. سردیهد. آقای جنگوار، آقای مراد، شما تمام شدید. بچه ها تمام شدید. دخترها سردیهد. حاضر جزایتان را میگیرید. سردیهد مرا. سردیهد مرا. سردیهد گفتم. سردیهد مرا. سردیهد آخر مرا با کجا میبره؟ سردیهد. ایستا، تو کی هستی؟ ایست نگور از دختر نقاب دار. اینجا چی گپ هست آخیره؟ موتورسیکلم رو با کجا گذاشته بودم؟ ایستو مراد یک کجا کم شدی بچه؟ در کجا هستی زهرا؟ در کجا هستی؟
کمیسر اکرم. ایست نکنست. زهرا ایست. التماس نرو. دیگر مجبور نیستی که گریزی. این منم. تو را 2 سال پیش از دست دادم. دیگر از دست نمیدهم. من زیا هستم. زیا. زهرا، تو را بسیار یاد کردم. بین، ما باز با یک دیگر رسیدیم. دیگر از را جدا نمی شویم. تو را دیگر رها نمی کنم، دوست داشتم. چی شو، چرا گب نمی زنی؟ یکان مشکلی است. این کمیسری دیوانه چی می گویدم؟ حق هستی، دوست داشتم. تو را مثل جنایتکار تعقیب میکردم. من چقدر بیعقل بودم، چقدر بیعقل. اگر میدونستم که زهرا هستی تو را تعقیب نمیکردم. مرا ببخش، دوست داشتم. ببخش. یا که به من باور نمیکنی، به خدا نمیدونستم که تو دختری نقابدار هستی. وگرنه زیای تو به تو ضرر میرساند. مگر این کمیسری بیشرم زیا هستم گفتم مرا فریب کردن میخواهد. چی ها گفته ایستاده ای تو؟ چی خیل زهرا؟ چی خیل زیا؟ چی ها میگوی تو؟ دوست داشتم. چی خیل دوست داشتم؟ عقلت رو خورده ای مگر؟ آخر چی خیل؟ تو مگر زهرا نیستی؟ زهرا کی است بز؟ دوست داشته ای شوخی من. هیچ تغییر نیافته ای. هیچ. مارو دوست داشتم نگو. تمام. تو رو میفهمم. چند سال تو را جنایتکار گفته تعقیب کردم، اما با پلیس اجازت نمیدی هم تو را دستگیر کند. عزیزم به من باور کن. ای تو از عقل بیگانه شده ای. من زهرا نیستم، ولی تو پلیس هستی. با من شوخی کرده ایستاده ای. آخر من پلیس نیستم، پلیسی ساخته هستم. بله، البته زیا بودنی مرا باور نمیکنی. حاضر این را قبول میکنم، ولی به من باور کن. این را یک جای حل میکنیم عزیزم. با تو همه چیز را نقل میکنم و با من باور میکنی. ای کمیسر، حال تو خوب است؟ چه ها گفته استاده ای؟ ولی یگانم تو هم بسیار ناز کردی ها؟ من هستم، زیای تو. آخر چرا باور نمیکنی؟ ببین، این من هستم. نگاه کن، نگاه کن. چهرم فراموش کردم. من چخیل احمق هستم؟ زهرا تو را چخیل با این چهره نود میشناسد ها؟ چیکار کرده ایستاده است این دیوانه؟ ببخش مرا عزیزم، فراموش کردم گویم که چهره من عوض شده است. شاید شبه کرده باشد که دختری نقاب پوش زهرا شنلی است. زهرا شنلی بودنت را به هیچ کس نگو. شخصیتت را آشکار نکن. کمیسر مراد از پست است. از آن آدم دور باش. برای دستگیر کردن من دروغ گفته ایستاده است. مرا فریب کردن میخواهد. ببین، برای مرا شناختن لباس داملاگی پوشیده به اینجا آمدم. من 2 هفته شد که با این لباس داملاگی گشته ایستادم تا که تو کمی هم باشد مرا شناسی. آدمی فریبگری، یعنی برای دستگیر کردن من لباس داملاگی میپوشیده است. مثل وقتهای گذشته شده است بین. من داملای ساخته، تو باشی زنی ساخته من. آن روزها را بسیار یاد کردم. زهرایم، در کافه به من تکلیف خانه‌داری ساخته کرده بودی.
من ازدواج ساخته برپا میکنید؟ از من آبی قیتر من خواستنت را هم فراموش نمیکنم. دامولو با ما آبی قیتر من میدید؟ آبی قیتر من؟ بله دامولو. آن رقصی که با تو اولین بار کرده بودیم. نه آخیر این کمیسر همه اینها رو از کجا می داند؟ شبی اولی خانداری ساخته امان مرا در روی زمین خواب کرده بودی، باز این کافی نیست گفته در بینمان چادر کشیده بودی. به وجدان دیدی این را هم فراموش نکردم. چی؟ اکنون راحت شده؟ بسیار هم. این عجینه رو ناز کردنش رو بینیدی؟ از پسی من قبل نزنید لطفاً. نه اخیر این رو دانستنش غیر امکان است. کلسکیلس بودنم را فهمیدند هیچ فراموش نمی شود. بعد دزدیم مرا با جاروب زدی، فکر کردم که همه چیز تمام شده است. حتی وقتی کلسکلس بودنی مرا فهمیدی مرا ترک نکردی. توی ما ساخته بود، من ساخته بودم، ولی عشقمان حقیقی بود زهرایم. باورم نمی آید همه معلوماتو رو جمع وری کرده است کمیسر خوین. انیقین ها رو شوکت نقل کرده است. سرگذشتی بین من و زیا رو می دونیست. کنی دوست داشتم، چرا حالا هم به من خنوک نظری میکنی؟ کنی به نزدم بیا. بیا آخیر، بیا آخیر عشقم. حاضر وقتی ناز کردن است مگر؟ ها چی مشکلی است جانم؟ ها یا که چهره نوام رو معقول نکردی؟ یو خدایو دیوانه می شوم. گپوش رو دیگر توقت کرده نمی توانم. مرو فریب کرده استود است. دلم رو می شکنی زهرا. شاید چهرم رو مقل نکرده ای، ولی باید دانی که چهرم ایواز شود هم حسیاتی داشتم همون است. من اون چهره تو رو پورا پورا می کنم. اما چرا این خیل می کنی زهرایم؟ من برای ایواز شدن چهره یگان گپ گفتم، تو چرا مشکلی ایجاد میکنی؟ چرا با من اینقدر خنوک نظری میکنی؟ یا اینکه بله آخر از پشت زینب؟ ها چی؟ بین با تو قول میدهم که بین من و زینب هیچ چیز رخ نداده است. بین هم آن دختر با من معقول نیست. چخیل تو این خیل فکر میکنی آخر؟ یا خدایو با من صبرتونم و وگرنه من این آدم رو میزنم. گوش کن، بین من و او هیچ چیزی نیست زهرایم. در دلی من تنها تو هستی. کمیسر تو چی خیلی آدمی نفهم هستی آخیر؟ من زهرا نیستم، نمیفهمی این رو. مادمی که زهرا نیستی، چرا دو سال از پسی اجده هاری سرخ دویدی؟ ها؟ ملیس را چرا دو بار خلاص کردی؟ چی شد؟ خاموش شدی؟ تمام، لازم نیست که عصبی شوی دوست داشتم. بیا نقابت را برارو به نزدم بیا. بس است آخر، جدایمان را خاتمه دهیم.
کنی دوست داشتم. نقابت را برارو با پیشم بیا. نترس که چهرت را مقبول نمی کنم. ما ظاهرن نی با قلب عاشق هستیم. این آدم جدی باشد؟ مگر می خواهد که من نقابم را برارم؟ مرا جدی فریب کرده ایستاده است. بیا اکنون نقابت را برار زهرایم. من دیگر از تو جدا زندگی کردن نمی خواهم. آخیر ای بس است. ایست چکار کرده ایستاده ای ها؟ تمام نه برار مشکلی نیست. آخیر ایستو تو رو می پرونم. دوست داشتم چکار کرده ایستاده ای ها؟ من زیا هستم. مرا می پرونی؟ مرا دوست داشتم نگوی. زهرا با خود بیا. می پرونم تو رو. ایست هرگز این کار رو نکنیست. یا یکی پران پران مرا پران. حالا هم گب زده ایستاده استه. پران مرا زهرایم. اینجا پران. در قلبم پران. پران اگر می خواهید موسیقی های دلنشینی عاشقی بشنوید و ویدیو کلیپ های بهترین را تماشا نمایید، پس به کانال تجک روما 08 آبونه شوید. شما می توانید همه روز از این کانال کلیپ های نوی عاشقی را دسترس نمایید. با کانال تجک روما 08 آبونه شوید و از نوگانی ها با خبر باشید. مرکز آموزشی کبیر سکول برای خویشمندان جهت آموزش زبان‌های بانفوذ خارجی از جمله انگلیسی، روسی، خیتایی، کوریایی، آلمانی و ترکی را به راه مانده است. علاوه بر این در این مرکز کورس‌های آموزشی برنامه‌های کامپیوتری و محاسبی با برنامه یک اس نیز تعلیم داده می‌شود. اینچنین به داوطلبان کورس‌های مخصوصی تیوری برای از خود کردن سوالنامه‌های تستی جهت داخل شدن به مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی، کالج و آموزشگاه‌های جمهوری و خارج کشور فراهم آورده شده است. آموزش فن‌های دقیق از قبیل فیزیکا، الگبرا، بیولوژی و امثال این در مرکز با جلب آموزگاران با تجربه و دارای تخصصی بلند کسبی صورت می‌گیرد. سیمخانه‌ها با مؤثرترین ایونیت‌های تعلیمی مجهز می‌باشد. مورد به تأکید است که در مرکز کورس‌های تامکتبی نیز پیش‌بینی شده با آنها مربی‌های صاحب تخصص